سنه 19 می در کلونی اصلاحی شهر وحدت زدخورد خونین بین محبوسان و ماموریت به وقوع پیوست. در این خصوص پورتال اطلاعی اخبار خبر داد. طبق اطلاع آژانس ریتر قربانی های زدخورد تقریبا 30 نفر محکوم شدگان گردیدند. ولی طبق اطلاع نارسمی باشد شماره قربانیان خیلی زیاد است. زمنان سراول بعضی وسایت اخباری امه معلوماتی را پهن نمودند که گویا ایسیان را اعضایان گروه حزب تحریر تشکیل نمودند. اما بعدن وزارت عدلیه اظهار نمود که نزاع میان ناظران کلونیا و محکوم شدگان گروه دولت اسلامی رخ داده است. سنه 20 می وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط محکوم شدگان کشته شدگان را نشر نمود که در آن نام های محکوم شدگان اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درج گردیده است. باید قید نمود که دلیل نشر شدن رویخط کشته شدگان و بیانات فوری از جانب حکومت رسمی داده شده غیر طبیعی بود که در اکثریت مشاهدان عقیده را پیدا نمود که واقعی به وقوع پیوسته غیر تصادف می باشد. نوع نسیلیه و неадекватные отношения администрации и сотрудников колонны в отношении заключенных могут привести. Ёд рас мекунем ки таи моҳҳои охир чунин ҳолат дар системаи пенитенсиарии Тоҷикистон дуюмин маротиба рух дода истодааст. Моҳи ноябри соли гузашта дар колонияи рақами 3-и шаҳри Хуҷанд исён рух дод ки дар он шумораи қурбониён 50 нафар маҳкум шудагон гардиданд. از کاری قبرستان به آواد از کاری گفته همین قدر بینیم گوه مویا ملیسه ها کشال کده اصول داد گفتاست داری مسجد سخت. منبع های از چونین واقع واقف بوده قید نموده بودن که در آنجا اغواگری از جانب ماموریت کلونیا وجود داشت. خبرنگاری پورتال خبرها با شرط نهانی با یکی از سابق محکوم شده که در سال 2018 از کلونیا تاجیکستان آزاد گردیده است هم صحبت شد. اگر در حقیقت مناقشه میان محکوم شدگان و ناظران کلانی رخ داده باشد احتمال آن است که این اخوا از جانب بعضی ناظران بیرنگ تشکیل کرده شدند چونکه به همه معلوم است که در میان ناظران کلانی شخصانی هستند که با مناسبت اخوا محکوم شدگان را تا به حال ناگوار میآورند از جمله شکنجه ظلم جسمانی کردن شیزو ریزاندن آبروی محکوم شده در نزد دیگر محکوم شدگان و تهدید از نو اضافه نمودن مهلت جزا همه این مناسبت های غیر انسانی را محکوم شده در خود پای در پای چیز می کنه. بنابراین احتمال همین است که همین سببی اغوا گردیده بود.